آقای امینی، همینان گرامی، در هفته های پیش از نوروز به بررسی دو رویداد تلخ و شیرین در اسفند ماه گذشته پرداختیم. یکی ترور زنده یاد احمد کسروی بود به دست فدائیان اسلام در کاخ دادگستری، و دیگری ملی شدن صنعت نفت ایران به پیشگامی زنده یاد دکتر محمد مصدق. این دو گفتگو البته پرسش های زیادی رو برای بینندگان ما در هر دو زمینه برانگیخت که از میان آنها دو پرسش درباره کسروی رو برگزیده ایم. اما پرسش های دیگر بیشتر به موضوع رزمارا، علت مخالفت تند مصدق با رزمارا، شخصیت و نقش رزمارا و کشته شدن او و نقش این کشته شدن در جریان ملی شدن نفت ارتباط دارد. ضمناً اگر به یاد داشته باشید چند ماه پیش که آقای امینی با هم درباره برنامه‌های امسال گفتگویی داشتیم، بنا شد به بررسی برخی از شخصیت‌های برجسته در تاریخ معاصر ایران و نیز پدیده نخبه‌کشی در تاریخ ایران بپردازیم که بررسی موضوع رزمارا به آن، یعنی به نخبه‌کشی، رفت پیدا می‌کند. موافقید که پس از طرح پرسش این دو بیننده درباره کسروی به آن بپردازیم؟ آقای امینی، حتماً، خواهش می‌کنم، بفرمایید. پرسش اول از یکی از هممیهنان کلیمی ما از همدان است. ایشان می‌پرسند که آقای کسروی که به راستی یک روشنفکر بوده و جان خودش را هم در راه مبارزه با خرافات از دست داده، چرا از این واژه جهود برای کلیمیان استفاده می کند؟ یا در اشاره به یکی دو نویسنده اروپایی بلافاصله می افزاید که آن نویسنده جهود نژاد است؟ آیا می توان چنین داوری کرد که ایشان هم مانند بسیاری دیگر از ایرانیان به بیماری یهودی ستیزی گرفتار بودند؟ آقای امینی، بله جناب مهری، من البته نشان آشکاری از یهودی ستیزی یا دین ستیزی ویژه‌ای نسبت به یهودیان یا قوم ستیزی نسبت به یهودیان و دیگران در نوشتارهای زنده یاد احمد کسروی نیافتم. این رو میتوانم گمانه بزنم که مانند دیگر بزرگان تاریخ ایران، کسروی هم بر روی از آنجایی که در یک فرهنگ اسلامی پرورش پیدا کرده بود نسبت به یهودیان دارای گرایش‌های شاید گرایش‌های فرودست گرداننده‌ای بود، یا اونها رو کمتر می‌دانست، یا شاید آن ارزش‌ها و پرورش‌ها و تربیتی که در بیشتر ما ایرانیان وجود داشته که از کودکی به ما می‌گویند که یهودیان دشمن اسلام بودند، دشمن پیامبر بودند، دشمن بر روی دشمن ما هستند، هر کاری که امروز به ویژه در رابطه با اسرائیل میزنند، چه بس را که در روح و روان احمد کسروی هم جایگاهی داشته باشد. اما در نوشته‌های او این رو نمیتوان یافت. در تاریخ مشروط ایران بارها با نکوهش نسبت به رفتار به راستی توهکارانه کسانی که میروند و به بهانه دعوای سر مشروطه محله یهودیان رو غارت میکنن پرداخته و اونها رو نکوهش کرده. واژه جهود، واژه در فرهنگ امروز ایران واژه نکوهیده است، یا واژه ای است که شاید بتوان گفت که برای فرودست ساختن یهودیان مردم از اون بهره میگیرن. ولی این واژه جهود
در تاریخ گذشته ایران و از جمله در دوران کسروی ضرورتا یک بار منفی نداشته و در بیشتر نوشته های تاریخی در سروده های شاعران بزرگ ایران ما با واژه جهود برمیخوریم، اگرچه حتی اونهایی هم که شاید به دلیل خاقانی مثلا چون مادرش مسیحی بوده شاید به دلیل این موضوع ما یک نگاه تا حدودی خصمانه‌ای در سروده های اون نسبت به یهودیان می‌بینیم، از واژه جهود که استفاده می‌کنه این واژه جهود بار ضرورتا منفی نداره و این واژه رو دیگران هم استفاده کردن. در سروده های مولانا ما پرخاش خیلی زیادی به یهودیان می‌بینیم، حتی جایی که واژه یهود رو استفاده می‌کنه چه واژه جهود رو، ولی این واژه جهود ضرورتا به مفهوم یک توهین نیست و در نوشته های کسروی هم از اون نباید به عنوان یک توهین بهره گیری کرد، چون نشانی از اینکه کسروی سر ستیز ویژه‌ای با یهودیان داشته باشد نیست. اینکه میگوید مثلا در مورد یک پژوهشگر فرانسوی میگوید جهود تبار یا جهود نژاد، بیشتر برای نشان دادن پیشینه اون آدم و شاید هم برای نشان دادن یک دشمنی با مسلمانان است، نمیدانم، ولی باور ندارم که واژه جهود رو به عنوان یک ناسزا ازش بهره گرفته باشه. ولی به هر روی این رو میتوان پذیرفت که در فرهنگ ایرانیان نسبت به یهودیان یک نوع واکنش منفی وجود داره و این از دردهای فرهنگی تاریخی ماست و این طبیعی است که در میان مسیحیان هم وجود داشته نسبت به یهودیان، یعنی اونها رو مردمانی پستر از خودشان می‌دانستند و شاید یهودیان هم در درازای تاریخ نسبت به دیگران چنین داوری‌هایی داشتند. اینها پدیده‌های منفی تاریخی در میان مردم جهان است که به ما ایرانیان هم رسیده و این رو نمیتوان به حساب یا بهره برداری از واژه جهود رو نمیتوان به حساب یک نوع دشمنی ویژه‌ای با یهودیان از سوی کسروی قلمداد کرد. میدانید که یکی از آخرین کارهایی که هیچگاه به پایان نرسان و گمان میکنم بیشتر از 16-17 برگی از اون رو ننوشت، تاریخ یهود بود که دست به اون زده بود و به پایان نرسان و پشته شد و شور وقتا که چیزی از اون در دست ما نیست. خیلی ممنون آقای امینی عزیز. پرسش دیگر از هممیهنی از اردبیل است که معتقد است مخالفت کسروی با شعر فارسی و شاعران از جمله به ستایش شاهدبازی ارتباط دارد. به بخشی از نامه این هم میهن توجه بفرمایید. جناب آقای دکتر امینی، با درود به جناب عالی، نوروز را به جناب عالی شاد باش میگویم. از دوستداران جناب عالی و برنامه شما هستم و پیگیر برنامه های رسانه‌ای شما. برنامه صفحه آخر شما برای چندمین بار به کتاب سوزان شاددوان احمد کسروی اشاره کردید در برنامه‌تون و اون رو ناپسند دانستید بدون آنکه به منطق و منظور کسروی از کتاب سوزان اشاره بکنید. بزرگوار، شاددوان کسروی به علت ترویج علاقه به شاهدان در کتاب ها در دیوان های سعدی و حافظ مخالف آنها بوده است، نه به دلیل چیز دیگری که شما این مطلب را بهتر از همه می دانید و می دانید، ولی چرا هیچ اشاره به آن نمی کنید؟ من نمی دانم استاد ارجمند در زمان شاددوان کسروی شاهدگرایی در شهرهای کوچک یکی از مشکلات بسیار بزرگ اجتماعی بوده است، زیرا ملایان در طلبخانه ها با این عمل
آشنا می شدن و به همین دلیل مخالفت چندانی ابراز نمی کردن. بنابراین اقدام به مبارزه با شاهدگرایی کسروی نه این است که شما به کتاب سوزان تعبیر می کنید، شما موضوع را به گونه ای طرح می کنید که انگار شادروان کسروی مشکل روانی داشته یا از هیتلر پیروی می کرده یا به حافظ و سعدی حسادت می ورزیده. اگر تصمیم گرفتید همراه با موضوع کتاب سوزان شادروان کسروی به موضوع غلامبارگی هم در کتاب امثال مولوی و سعدی و حافظ اشاره بکنید، حتما تفاوت شاهدبارگی در ایران زمان شادروان کسروی و هم جنسگرایی اخیر را هم بیان بفرمایید. با آرزوی تندرستی، الف میم از اردبیل. آقای امینی ببخشید طولانی بود. خواهش میکنم. نه بسیار خوب بود. من امیدوارم که صدای من خوب برسه. من متاسفانه تصویر شما رو دقیق نمیبینم، البته این برمیگرده به گرفتاری های ساده کامپیوتری، ولی ببینید به درستی شما فرمودید که یعنی این همیهن گرامی فرمودن که، البته اجازه بدید این رو افضل بگم که این نامه این همیهن رو که من هم دریافت کردم، شما در دستگاه ممیزی حسین مهری خیلی خوب پالایش دادید و واژه هایی رو که شاید واژه های رسانه‌ای عمومی نباشه رو درست کردید و این رو تبدیل کرد به شاهد بازی، که البته همه همیهنان میدانند که مراد از این واژه چیست و این همیهن این واژه بازگو نشدنی در تلویزیون رو استفاده کردن. نکته درستی هم عنوان میکنن در پایان که نگاه به شاهدان یا کودکان خردسال یا نوجوانان از دید مردان به هر حال میانسال و کهنسال با همجنسگرایی یکی نیست. همجنسگرایی یک پدیده روابط میان دو انسان بزرگسال است، انسان خردسال نیست و دیگری یک نوع تجاوز به شمار می آید. این در فرهنگ نه تنها شرق بلکه در فرهنگ‌های دنیا وجود داشته و به ویژه در دوره‌هایی در فرهنگ ایرانیان خیلی برجسته بوده و واژه شاهد و غلام بچه و غلام ترکان و چیزهایی از این دست خیلی استفاده می شده. نگاه کسروی در این زمینه کاملا درست است. کسروی هم تنها کسی نیست که به این پرداخته، حتی کسانی مانند غنی و قزوینی و نفیسی و دیگران هم که کارهای حافظ و مولانا و سعدی و دیگران رو حاشیه می زدند یا اصلاح می کردند و منتشر می کردند، به اینها پرداختند و نقد کردند به این گرایش شاهدبازی در نخبگان و بزرگان ایران و از جمله در بزرگان دین. ایرادی که من به کسروی می گیرم و کسروی با براستی باید گفت با درایت و یک نوع بی‌پروایی به این مسئله پرداخته، در نقد کسروی به این ارزش ها نیست، در خود کتاب سوزان است. یک پژوهشگر تاریخ، یک نویسنده، یک کسی که کتاب‌های خودش رو دیگران می‌سوزاندند و فرهنگ کتاب سوزانی رو در گوش و کنار جهان آشنا بوده باهاش و می‌داند که اعراب مسلمان هنگامی که به ایران یورش بردند، یکی از کارهای برجسته اونها برای از میان بردن فرهنگ ایرانیان سوزاندن کتابخانه ها بود، نمیتواند فرهنگ کتاب سوزی رو رواج بدهد. این نقدی است که من به زنده یاد احمد کسروی دارم، نه محتوای نقد او به بنیاد ارزش های آمده در برخی از سروده های سرایندگان برجسته ایرانی. البته این رو هم باید افزود که همه شعر فارسی، همه سروده های عاشقانه و همه سروده های عرفانی در فرهنگ ایران شاهدبازی نیست. شاید بخشی از سروده ها به شاهدبازی پرداخته باشد، ولی بخش زیادی از اون چنین نیست و ما نمیتوانیم به قول آمریکایی ها بچه رو با آب لگن به دور بریزیم.
باید به اونجایی که باید نقد کرد نقد کنیم و اونجایی که به راستی یک ارزش زیبایی رو میبینیم که شخصیت این رو خلق کرده اون رو هم بسنجیم. بسیاری از سروده های شاعران بزرگ ایران مربوط به شاهدان نیست. فردوسی، خاقانی، نظامی و بسیار دیگر از شاعران از جمله حافظ درباره زیبایی های زن سخن میگویند و یعنی در واقع جنس مخالف و از شاهبازی همواره یاد نکردند. اما درست است که در فرهنگ ایران شاهدبازی روان و پذیرفته بوده و شاید هم ارمغان دیگران به فرهنگ ما بوده، ولی به هر روی نمیتوان در نقد به این کار و نقد ارزشمند احمد کسروی به این رفتار از پدیده کتاب سوزان پشتیبانی کرد. کتاب سوزان حتی کتاب هایی که بسیار بسیار بد هم باشه به داوری من کار درستی نیست و زنده یاد احمد کسروی نباید به این کار کتاب سوزان می پرداخته. و یا داوری من این است که همه گنجینه فرهنگ و شعر فارسی رو نمیتوان به دلیل وجود ارزش های بسیار منفی در اون به یک باره کنار ریخت و کنار نهاد. اجازه بدید مثالی برای شما بزنم. ما امروز که من و شما که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنیم و قانون اساسی این کشور یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی در جهان به شمار میآید، بیشتر نویسندگان این قانون اساسی بردهدار بودند. به این معنا نیست که این قانون اساسی چون افرادی که در زندگی خصوصی خودشون رفتاری رو انجام میدادند که در اون دوران پسندیده بوده و امروز به داوری ما ناپسند و نادرست است، همه این قانون اساسی رو چون از خامه اونها برخواسته، از نگاه اونها بر کاغذ نشسته، از داوری اونها زاده شده، این قانون اساسی رو یک پدیده نادرست خوان. پدیده های فرهنگی و ارزشی در جهان بر پایه دگرگونی های دنیا دگرگون می شوند و اونجاست که باید دوام و بقای این ارزش ها رو یا دگرگون شدن این ارزش ها رو ستود و پذیرفت که می توان ارزش های بسیار نیکی حتی با داشتن پاره این رفتارهای ناهنجار و نادرست به وجود آورد و اینها رو ستود. با سپاس از شما جناب آقای امینی. توضیح بفرمایید که این اشاره شما در این سالهای درازی که با هم آشنا شدیم به فرهنگ نخبه کشی در ایران، موضوع همین برنامه، بله، چیست و آیا درباره در این زمینه منظورتون تنها کشتن آدم‌های برجسته یا سرشناس یا از فرهنگ گسترده‌تری سخن می‌گویید؟ درباره رزمارا خودتان یکی دو هفته پیش، یکی دو دقیقه پیش سخنی با هم میگفتیم و اگر موافق باشید عرض کنم که برای شنوندگانی که یادی از تاریخ زندگی او ندارند، رزمارا در سال، یعنی در تیر ماه سال 1329 از مجلس شورای ملی با 95 رأی موافق و 8 رأی مخالف نخست وزیر شد. سپهبد رزمارا این رأی رو آورد. رزمارا در مورد نفت تا ماها حتی درباره لایحه یسگلشاییان سخنی نگفت و بعد از چندی گفت هوادار لایحه گسگلشاییان است. پس از مدتی روزنامه های تهران نوشتند که رزمارا گفته ملتی که لیاقت نداره لوله هنگ بسازه چطور میتواند نفت رو ملی کند. این سخنان از رزماراست، ولی شما در گذشته فرمودید که رزمارا
چنین سخنی نگفت. نگفته است. این رو نه کاملا به این شکل، این رو فروهر وزیر دارایی رزمارا در مجلس عنوان کرده و خب مانند بسیاری چیزهای دیگری که در تاریخ گفته می شود و پذیرفته می شود به نام رزمارا در واقع نوشته شده. و ببینید نخبه کشی که من به اون اشاره کردم جناب مهری، مراد من تنها کشتن نیست، کشتن شخصیتی هم هست. ما در درازای تاریخ ایران با دو گونه نخبه کشی روبرو بودیم، نخبه کشی که به راستی نخبگان رو میکشتند، وزیری رو بردار میآویختند و بزرگان رو به جرم یا دینی یا سیاسی یا مالی یا هر چیز دیگری از میان میبردند. و این به فرهنگ دوران مدرن ایران هم رسید. یکی از نخستین قربانیان نخبه کشی امیر کبیر بود. البته پیش از اون نوعی که با قائم مقام ها رفتار کردند و سپس با امیر کبیر، کشتن امیر کبیر و زدن رگ او در حمام باغ فین کاشان و همچنین ادامه پیدا کرد این نخبه کشی. و این نخبه کشی در دوران مدرن ایران به راستی می توان گفت زیانهای بسیار زیادی رو برای ما به بار آورد. اما شمار کسانی که در دوران ایران مدرن در 150 سال گذشته قربانی نخبه کشی شدن روی هم رفته اندک است. یعنی می توان گفت که خب ترور منصور رو اگر شما کنار بگذارید، کمتر نخست وزیری به دستور پادشاه یا به دستور دولت کشته شده. البته کسانی مانند داور به دلایلی که به هر حال از موضوع بحث امروز ما خارج است، تریاک خود خوردند و یا تریاک خورد و خودش رو کشت، یا تیمورتاش با اون وضع بسیار وخیم در زندان به سر برد و درگذشت، حالا به احتمال زیاد رو در زندان کشتن و چیزهایی از این دست که میدانیم که نخبه کشی در این سرزمین ما ادامه پیدا کرده. اما بیشتر نخبه کشی دوران مدرن ما جنبه فرهنگی دارد. یعنی ما ایرانیان، چه اونهایی که در کار دولتی هستند، در رهبری یک دولت هستند، و چه اونهایی که در کارهای غیر دولتی هستند، علاقمند هستیم که نخبگان رو از ارزش اونها بکاهیم. نمونه خیلی برجسته اون همین احمد کسروی بود که در دوران زندگی خودش خیلی کوشش کردند که جایگاه اون رو پست نشان بدهند، کاهش بدهند. و دیگران هم یک نوع رقابت و حسادتی وجود دارد و در دنیای سیاست ما هم وجود داشته. این نیست که در کشورهای دیگر ما چنین چیزی رو نمی‌بینیم. تفاوت در این است که در دنیای دموکراسی فضیلت‌ها و توانایی‌های انسان‌ها رو به جایگاه‌های بلند می‌تواند برساند. در ساختارهای خودکامه چنین نیست. انسان‌ها بر پایه دوری و نزدیکی با شخص خودکامه یا با دستگاه خودکامگی میتوانند خانه نشین شوند، کناره بگیرند یا مجبور بشوند که کناره بگیرند، که در دوران پادشاهی رضا شاه دو شخصیت بسیار برجسته در این زمینه، یکی زندیات مصدق است و دیگری زندیات فروغی، که هر دو اینا برای دوران بسیار طولانی خانه نشین شدند. فروغی رو در دوران پس از ورود متفقین به ایران به کانون سیاست بازگرداندند و به راستی فروغی کسی بود که جلوگیری کرد از اینکه پادشاهی پهلوی به پایان برسد، چون متفقین در صدایی بودند که پادشاهی پهلوی رو به پایان برسانند و فروغی پافشاری بر قانون اساسی کرد و پادشاهی رو از رضا شاه به محمد رضا شاه انتقال داد. با همه گرفتاری هایی که در زندگی خصوصی خود رضا شاه برای او آفریده بود، از جمله اعدام پدر داماد او اسدی که از یاران بسیار نزدیک رضا شاه به شمار می آمد. نخبه کشی در فرهنگ ما یک پدیده ماندگار است و این چیزی است که باید ما اون رو نقد کنیم و ازش کناره بجوییم و جدا از باورهای سیاسی باور داشته باشیم که انسان‌ها با همه گرایش‌های گوناگونی که می‌توانند داشته باشند، باید در سازندگی جامعه امکان رشد و ارزش آفرینی داشته باشند و تنها به این دلیل که در زمینه‌های شاید با کانون قدرت نزدیک نیستند، اونها از زندگی محروم نشوند یا از سپهر سیاست و اقتصاد و فرهنگ به دور رانده نشوند،
این پدیده است که من به عنوان نخبه کشی از اون یاد میکنم و فکر میکنم که در فرهنگ ما بسیار نیرومند و بسیار زیان آور است. آقای امینی، تخریب شخصیت هم فرمودید یک نوع نخبه کشی دیگه، نه؟ حتماً حتماً، چون ببینید یک موقعی شما این تخریب شخصیت فردی است، یعنی من با شما گرفتاری دارم و چیزی در نقد به شما میگویم یا شما با من گرفتاری دارید چیزی در نقد به من میگویید. زمانهایی هم هستش که این نخبه کشی یا ترور شخصیت یک دستگاه سیاسی یا اقتصادی یا یک نیروی قدرتمند فرهنگی پشت آن است، یعنی یک گروه زیادی از هنرمندان، نویسندگان یک کسی رو در واقع پست میدانند، پایین میآورند، یا دولتی کوشش میکند حیثیت یک فرد رو از میان ببره و دروغ درباره او گسترش بدهد و اون فرد رو عملا از میان میبرند. ممکن است جسم اون رو نکشته باشند اما موقعیت اون رو در اجتماع میکشند. این نخبه کشی ویژه کشورهای خودکامه است، حالا خودکامگی دینی یا خودکامگی سیاسی تفاوت زیادی ندارد. ما با آدمهای بسیار زیادی در تاریخ معاصر ایران، تاریخ مدرن ایران روبرو بودیم که به اجبار در واقع کنار نهاده شدند، با اینکه توانایی های خیلی زیادی هم داشتند به دلیل سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی یا چیزهای از این دست. جناب آقای امینی، یکی از بینندگان ما به رغم توضیحات دو هفته پیش شما بله، اصرار دارن که کلید ملی شدن نفت با رأی نمایندگان کشتن رزمارا بوده و کاری بوده حساب شده و طبق برنامه که در یک نشستی که سران جبهه ملی هم در آن شرکت داشتن به آن رأی داده شده. آیا چنین نشستی بوده آقای امینی؟ گویا حاج مهدی عراقی هم در خاطراتش نوشته که به روایت دو تن از اعضای برجسته فداییان اسلام، رهبران جبهه ملی برای جلوگیری از اقدامات رزمارا از نواب صفوی خواستند که رزمارا را بکشند. بفرمایید. ببینید، خیلی به راستی فرومایه باید انسان باشد که ناگاهی رو کنار میگذارم، اونهایی که آگاهانه این کار رو انجام میدن، که با تاریخ نزدیک به ما بازی کنند. تاریخ دور رو میتوان بازی کرد چون اسنادی دربارش در دست نیست. اینکه عمر در خانه رو به شکم فاطمه زده و فاطمه سخت جنین کرده، خب برمیگردد به هزار و اندی سال پیش و کسی هم در اونجا گزارشگر نبوده و چه بسا این داستانها رو بعدها نه چه بسا حتما درست کردن و بیشتر این گزارش ها هم در دست ما، دست اول که چه عرض کنم، دست صدوم هم در دست نیست. اما تاریخ مدرن ایران، تاریخ مدرن جهان خوشبختانه نوشته شده و ثبت شده، از جمله اسناد مجلس، مذاکرات مجلس. راستی این هست که تصمیمی که مجلس شورای ملی در نشست میانه بهمن گرفته، بهمن یک ماه پیش از ترور رزمارا، یک ماه پیش از ترور رزمارا در نشست مجلس، البته خود رزمارا به مجلس میاد و سخن میگوید و سپس مجلس رأی میدهد. 80% نمایندگان مجلس به ماده واحدهی رأی میدهند که پیشدرآمد ملی شدن قانون، پیشدرآمد قانون ملی شدن صنعت نفت. این درست 32 روز پیش از کوشش در یا ترور رزماراست در مسجد. این مسجد شاه. بله. مسجد شاه. مسجد شاه. مثلا سلطانی هم میگفتن. بله. 31 روز نه، پوزش میخوام 21 روز. این 21 روز پیش از کشتن رزمارا مجلس شورای ملی رأی میدهد، 83% نمایندگان رأی میدهند به پیشنهاد کمیسیون نفت که اون پیمان یا پیمان نامه‌ای که میان
جسر گوشایان امضا شده استیفای حقوق ملت ایران رو نمیکنه و این رو رد میکنند و به کمیسیون نفت پیشنهاد میکنند که طرح خودشون رو به مجلس بیاورند که همه میدانستند طرح اونها طرح ملی شدن صنعت نفت است. جالب اینجاست که در روز چهارشنبه 11 بهمن 1329 مجلس سنا هم یک یادداشتی میفرستد به مجلس شورای ملی و در اونجا میگوید که این یادداشت مجلس سناست. در جلسه روز چهارشنبه 11 بهمن 1329 بیانات ایراد شد که ضمن آن تصمیم مجلس شورای ملی از طرف مجلس سنا تایید گردید و متن آن بیان لفظاً ارسال می‌گردد. رئیس مجلس سنا سید حسن تقی‌زاده. این سه هفته پیش از ترور رزم‌آراست که مجلس سنا هم مجلسی که هیچ نزدیکی هم با مصدق نداشته و بسیاری از نمایندگان اون نمایندگان هوادار دربار هم بودند تصویب میکنند که پیمان نامه گسکلشایان به سود مردم نیست و میخواهند که پیشنهاد تازه ای رو کمیسیون نفت به مجلس بیاورد که این پیشنهاد تازه ملی شدن صنعت نفت است. همین میدانستند طرح ملی شدن صنعت نفت هم در کمیسیون با رأی 18 به 0 پیش از ترور رزم‌آرا تصویب شده. این است که این مربوط کردن ترور رزم‌آرا با رأیی که مجلس داده واقعی نیست، بیشتر برای گم کردن مسئله است و من شوربخت هستم که یا به راستی برای من شگفت‌آور هست که کسانی که با فدایان اسلام حتی مخالف هستند با طرفداران فدایان اسلام هم صدا می شوند و این ترور رزم‌آرا رو به عنوان یک کاری برای ملی شدن صنعت نفت قلمداد می کنند که واقعی نیست. نشستی که اشاره کردی، من نمیدونم صدای من میرسه چون من بازپخش صدای خودم رو می شنوم گاهی وقتا. جناب مهری صدای من به شما میرسه؟ بله بله صدا خوبه. از اون که ادامه بدم یعنی که شما پرسش دیگه ای دارید، چون اشاره کردید به این نشستی که برگزار شده، میخواید به اون بپردازم الان؟ بله بله خواهش میکنم. این نشست بین کی و کی بوده؟ ببینید این هم از اون افسانه هاست، از اون افسانه هاییست که ساختن با تاریخ معاصر بازی کردن. بازی کردن این رو اساساً فدایان اسلام ساخت، گفتن که در یک نشستی بوده در خانه‌ای و در این نشست رهبران جبهه ملی و بزرگان کشور جمع شدند و التماس کردند از فدایان اسلام، از نواب صفوی که رزم‌آرا رو ترور بکنه و گفتن در این نشست آقای فاطمی گفته من نیابتاً از طرف آقای مصدق در اینجا شرکت دارم. خب وقتی ما به این خاطره نویسی ها رجوع می کنیم روی هم رفته نزدیک به 38 نفر نامشون آمده که در این نشست در منزل رئیس بخش امنیتی تشکیلات فدایان اسلام شرکت داشتند و در اونجا خواهش کردند که نواب صفوی رزم‌آرا رو ترور کنه. ببینید در اون دوران رزم‌آرا با قدرت شهربانی رو اداره میکرد، گزارش های سخنرانی آخوندها بر منبر رو هم به اطلاع اون میرسوندن. تصور این که گروهی از شخصیت های برجسته کشور، 7 نفر از وزیران کابینه مصدق، 12 نفر از نمایندگان مجلس و شماری از شخصیت های دیگر در یک خانه جمع شدند و برنامه کشتن رزم‌آرا رو ریختن و کسی این خبر رو تا 2 هفته به آگاهی آقای رزم‌آرا نرسانده، اون هم در کشوری که خاله‌زادگان وقتی با هم حرف میزنن تمام همسایگان از اون با اطلاع میشوند، به راستی باید گفت یک دروغ بزرگ است که 30 و اندی تن توانستن یک رازی رو حفظ کنن و کسی نتوانسته این راز رو در بیابد و رفتن و رزم‌آرا رو ترور کردن. جالب اینجاست که چند نفر از کسانی گفتن در اون روز در این
نشست در خانه رهبر دستگاه امنیتی فدایان اسلام شرکت داشتن، اصلا در اون روز در تهران نبودند. اینها رو من با اسناد در واقع درآوردم و نشان دادم. این رو بیشتر از هر زمانی خود نواب صفوی در دوران پس از دستگیری گفته. ببینید این رو باید خیلی توجه کنید بهش. در تمام دورانی که نواب صفوی در زندان دوران مصدق بوده، میدونید نزدیک به 19 تا 20 ماه در دوران زمامداری مصدق نواب صفوی زندان بوده، بسیاری از رهبران فدایان اسلام رو دستگیر میکنن و به زندان میاندازن. در تمام این دوران کرباسچیان روزنامه نبرد ملت رو آزادانه بیرون میداده، اینجا اونجا هم گاه بازداشت میشه این روزنامه و باز چیزی به نام نبرد ملت، به جای نبرد ملت منتشر میکنه. در تمام این دوران یک سند، یک برگ کاغذ، یک خط وجود نداره که نواب صفوی از زندان نامه نوشته باشه که آقای مصدق یادتون هست که آدم فرستادی در منزل فلان و از من خواستید که رزمارا را ترور بکنم، آیا این پاسخ شما به کار ماست؟ یک گزارش وجود ندارد که در این باره فدایان اسلام افشاگری کرده باشند. شما همه شماره رو دیدین؟ بله من همه رو دیدم. در یعنی سندی وجود نداره در تمام نوشته های اون دوران که اعلام شده باشه که جبهه ملی نمایندگانی فرستاده با نواب صفوی گفتگو کردن برای کشتن رزمارا. اینها پس از 28 مرداد رو شده در دوران محاکمه نواب صفوی که در روزنامه ها گزارش محاکمات نواب صفوی رو می نوشتن. نخستین بار اونجا آشکار شده. پیش از اون کجا در آمده؟ پیش از اون خیلی ماجرا جالب است که روزنامه خواندنی ها یک سری 18 مقاله به چاپ می رساند به ظاهرن خامه آقای واحدی، ولی اینها نوشته های خود نواب صفوی است درباره ترور رزمارا، درباره تاریخ فدایان اسلام. اینها در دوران پس از 28 مرداد در پایان سال 33 و آغاز سال 34 در خواندنی ها چاپ می شود. در اون دوران که فرمانداری نظامی در تهران بوده هیچ نوشته ای بدون اینکه بتواند از ممیزی فرمانداری نظامی بگذرد در روزنامه ها چاپ نمی شود. و اینکه شما می دانید که اون موقع سردبیر روزنامه خواندنی ها هم آدم بسیار جسوری نبوده که بتواند از این کارها بکند و با دولت در بیفته. ناشر آقای امیرانی است که بر روی نزدیک است با دولت. ایشون مدیر بودن. امیرانی صاحب امتیاز بودن اشتباه نکنم، مدیر فکر میکنم آقای شاهنده بوده، نه سردبیر. سردبیرشون اون موقع نمیدونم کی بوده. بله من دارم اسمش. ولی یک دو سال بعدش آقای طلویی بودن. بله بله نه. این خیلی پیش از آقای طلویی است. پیش از آقای طلویی است. دورانی است که میروند و این نوشته ها رو به دفتر خواندنی ها میدادن. نخستین بار که در خواندنی ها در دوران پس از 28 مرداد است که درباره نقش جبهه ملی مطلب نوشته شده. اتفاقا در اونجا هم در توضیح اینکه چرا این مقالات در می آمد نوشتن که این رو ما چاپ می کنیم برای اینکه ریشه پیدایش یا پیشینه پیدایش جبهه بر همیهنان و خوانندگان روشن بشود. اینها نوشته های خود نواب صفوی است. نواب صفوی در خود دادگاه خوشبختانه تمام اسناد دادگاه نواب صفوی امروز در دست ماست و خود نواب صفوی در دادگاه آمده و اسامی گفته، گفته که چند نفر بودن در اون مهمانی که من تصمیم گرفتم از من خواستن که رزمارا رو بکشن. اینها رو اسامی رو اینها رو گفته، دوباره عوض شده. آقای آیت الله کاشانی، آقای دکتر مصدق السلطنه، آقای حائری زاده، آقای مظفر بقایی، آقای شایگان، آقای نریمان، آقای حسین فاطمی که قبلا گفته بود حسین فاطمی آمده گفته من به نیابت از مصدق میایم، آقای عبدالقدیر آزاد،
آقای شمس قنات آبادی، آقای نصرت الله رحیمی، آقای کریم آبادی، آقای علی زهری، آقای حسین مکی، آقای حاج ابوالقاسم رفیعی که اصلا مهمانی در منزل آقای رفیعی بوده، آقای حاج سید هاشم حسینی، آقای عبدالحسین واحدی و بنده و آقای علی اصغر، یادش آمده افراد دیگر هم اضافه کنه، آقای علی اصغر ذوالفقاری و آقای علی احرار و آقای رضا قدوسی و آقای اصغر نجار و آقای خلیل طهماسبی. ببینید این حالا لیست ادامه پیدا میکنه، این مهمانی نبوده، این شب نشینی خیلی باشکوهی بوده که اینها دور هم جمع شدن. و جالب اینجاست که در بازداشتش ازش روبرو میکنن آقای نریمان رو، میگویند که آقای شایگان رو هم همینطور میگوید که شخص ایشان به طور خصوصی بنده در نظر ندارم در جهت قتل تیمسار سپهبد رزمارا چیزی گفته باشد. همین رو در مورد نریمان هم میگوید، همین رو در مورد دیگران هم میگوید. یکی کسانی که در اون دوران زنده بودند کتمان کردند که ما اصلا در چنین مهمانی حضور داشتیم، از جمله هایزاده رو به دادگاه میخوانند که ببینن آیا در چنین مهمانی شرکت داشته برای قتل رزمارا، و این رو کتمان میکنه و میگوید اصلا من در چنین مهمانی نبودم، یک بار با ایشون در یک خانه ای در مورد حرام بودن ظرف نقره و طلا با هم گفتگو میکردیم. و خب این داستان بر روی ساختگی است که چنین نشستی نبوده و این رو درست کردن بعد از 28 مرداد. به همین دلیل هم میگویم که هیچ سندی در این باره موجود نیست که پیشتر این رو گفته باشه. جالب اینجاست که همین کشنده رزمارا، یا کسی که بر روی متهم بوده به کشتن رزمارا، استاد خلیل طهماسبی، البته استاد چون استاد نجار بودش، بله میشه گفت استاد در واقع، استاد خلیل طهماسبی یک مصاحبه خیلی بلندی با تهران مصور داره و این مصاحبه بسیار خواندنی است. و در این مصاحبه با تهران مصور این آدمی که گفتن در این جلسه بوده میگه که جلسه ای نبوده، من یکی از بزرگان مملکت که اسمش رو نمیتونم بیارم، که البته منظورش سید ضیاست، به من خبر داد که این رزمارا برنامه کشتن اعلی حضرت رو داره و به این دلیل بود که من چون خبر کردم رزمارا میخواد اعلی حضرت رو بکشه و قبلا هم یک بار سعی کرده بود همون ترور نافرجام شاه در دانشگاه که میگه رزمارا مسئولش بوده، میگه چون ایشون من شنیدم میخواستن اعلی حضرت رو بکشن رفتم و رزمارا رو کشتم. این داستانهاییست که میساختند و این داستانهای ساختگی رو شما نباید به حساب تاریخ بگذارید. و من اینها رو در جلد نخست کتاب آوردم، کتاب سوداگری با تاریخ، در جلد دوم به درازا اینها رو باز میکنم. آقای امینی عزیز، دو سه دقیقه وقت داریم. سوال این است، نرسیدیم به رزمارا اصلا. بله، به کار رزمارا و ورسه کشته شدن متاسفانه نرسیدیم. من البته سخن پراکنده شد در ارتباط، بله سخن پراکنده شد نرسیدیم به، یعنی من زیاده صحبت کردم. زیاده آقای امینی، پس اجازه بدهید چون ما به حال قصدمون این است که بپردازیم به این کشتن شخصیت های بزرگ تاریخ ایران. بنابراین ماجرای قتل رزمارا رو هم اجازه بدید در هفته آینده دنبال کنیم، ببینیم واقعا خلیل طهماسبی کشته یا کس دیگه یا هر دو، قضیه چی بوده. قضیه بسیار بسیار جالبه. این داستان آمدن علم به تهران از اصفهان، سراسیمه و بردن رزمارا به مسجد شاه با اصرار زیاد، خب ماجرای جالبی است. من خوشبختانه یک سندی رو پیدا کردم که در هیچ کتاب دیگه ای از اون یاد نشده، یعنی در واقع دو سند رو، یکی نام کسی رو که خبر رفتن رزمارا رو به نخست وزیری به شب قبل از کشته شدن رزمارا در اختیار فداییان اسلام قرار داده، نام اون رو پیدا کردم که چه کسی بوده. و دوم اینکه گفتگوی بسیار جالبی هست از رئیس شهربانی زمان رزمارا که سپس در بامداد 28 مرداد رئیس شهربانی مصدق شد و سپس در شامگاه رئیس شهربانی سپهبد زاهدی
گفتگوی ایشان با هاروارد انجام دادند که خوشبختانه پرده از روی بسیاری از ابهامات بر می دارد. و من در این باره درباره هم اون نشست پیش از گردهمایی پیش از کشتن رزمارا، شب پیش از کشتن رزمارا و کسی که خبر رو رسانده و همچنین درباره یادمانده رئیس شهربانی رزمارا که کسی است که بر بالین رزمارا رفته و جنازه رو بازرسی کرده و سپس به کاخ رفته که خبر رو به شاه برساند، هر دو رو در برنامه آینده با شما در میان خواهم گذاشت. خیلی ممنونم آقای امینی گرامی. برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. پس هفته آینده و حتی به نظرم هفته های آینده درباره نخبه کشی ها و نخبه های کشته شده بر اساس اسناد و مدارک آقای امینی با شما سخن خواهند گفت. شب و روز شما خوش آقای امینی و همیهنان گرامی. سپاسگزارم.